با سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان، دلتون شاد، تنتون سالم و روزیتون افزون. به کانال جادو خوش اومدید. سابسکرایب و لایک و معرفی به دوستان رو فراموش نکنید و زنگوله رو بزنید. حسد یکی از انفعال‌های روانی که معمولاً اغلب مردم دچار آن هستند حسد است. حسد را اینگونه تعریف می‌کنند: حسد تمنا سلب نعمت است از دیگری که به صلاح او باشد. یعنی حسود دوست دارد نعمتها از طرف مقابل گرفته شود، خواه آن نعمت به حسود برسد یا نرسد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرماید منشأ و ریشه رذایل حسادت است. حسادت منشأ نابسامانی های اجتماعی است، مثل قتل ها، از بین رفتن دوستی ها و حتی روابط خانوادگی. اشخاص حسود تلاش می کنند دیگران را از زندگی عقب بیاندازند. بعضی از افرادی که طلسم منفی برایشان گرفته می شود برای حسادت است. می خواهند فرد را عقب بیاندازند از زندگی، کار، روابط عاطفی و غیره. آثار معنوی حسد: نابود کننده ایمان، آفت دین، نابود کننده نیکی‌ها، رسیدن به کفر، تفکرات کفرآمیز، غیبت، حسرت زیاد مانع رشد و تعالی روحی فکری و معنوی می شود. آثار جسمانی دارد و آثار اخروی که به آن در اینجا نمی پردازیم، ولیکن برخی از ویژگی های انسان های حسود را برای شما خواهیم گفت. دشمن خیر و طالب شر است، خواهان زوال نعمت از دیگران، به بدی گرایش دارد، غیبت می کند، شماتت می کند و تملق می کند، در خوشی دیگران غمگین است و در غم دیگران شاد، رفیق بدی است، به خود ظلم می کند و زود عصبانی می شود. عزیزانم، واقعا اگر چنین صفاتی را در دوستانتان دیدید دوری کنید و اگر در خود دیدید اصلاح کنید. من مختصر عرض می کنم حسد واقعا مخرب است. در همه مواردهای زندگی حسد مخرب است، چه شما دوست حسودی داشته باشید و چه خود حسود باشید. تلسمی که میبینید برای دفع حسد است، تلسمی بسیار قدرتمند و نیرومند استش و مجرب. بر روی کاغذ سفید بدون خط با حبر روحانی، زعفران و گلاب و مشک، بخور طیب، با تحسین و اسراف علوی، در روز یک شنبه ساعت شمس، با طهارت محیط و با طهارت لباس و با شرایط اعمال علوی نقش کنید و حجاب کنید و همراه داشته باشید. ابتدا جدبر را می کشید و از عدد کم تا بزرگترین عدد به ترتیب می نویسید و بعد حروف بیرون از جدول اول رو می نویسید و بعد حروف آیه بیرون از جدول رو و حصار می دید به بسم الله الرحمن الرحیم و در بالا سوره قل اعوذ برب الفلق و در پایین سوره قل اعوذ برب الناس
رو می نویسید و در وسط نام خودتان و مادرتان را می نویسید و حجاب می کنید و همراه داشته باشید. امیدوارم که در تمام مراحل زندگی حسد از شما دور باشد، حسودان از شما دور باشند و به شما آسیب نزنند. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم در انجام این تلس موفق باشید. باز هم میگویم دوستان عزیز، افرادی که مبتدی هستن تلسم ها را سر خود انجام ندند و ابتدا راهنمایی بخواهند تا ما چند سال از اونها بکنیم و بدونیم که آنها چقدر و چه میزان آموزش دیدند و بر اساس آموزش هایی که دیدند یا یک تلسم سبکتر به اونها بگیم انجام بدن، و یا اگر واقعا در توانشون نیست به آنها گوش زد بکنیم و خطرات رو یادآوری بکنیم که مبادا مشکلی برایشان پیش بیاد و نتیجه عکس بگیرن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان باشد.